کاش ام وقتی که کار کده بود مرا میکشت. اما خوب بود که میمردم و ایرنج و غم نمیدیدم. راز آشکار افغانستان. اتفاق دیگه نباید بفته. دیگه هیچ بندی مثل من نشه. سالهاست کودکان قربانی سوء استفاده های جنسی راز آشکار را در گلو خفه کردند. رنج بزرگ اما بی صدا، غم ناتمام ولی در خوف و سکوت. من سالهاست پرونده های سوء استفاده جنسی کودکان در افغانستان را دنبال می کنم. ولی اغلب خیلی ها می ترسند صدایشان را بلند کنند یا حرفی بزنند. ادعاهای سوء استفاده های جنسی از صدها کودک و نوجوان در لوگر. به تازگی موج تازه ای از اتهام تجاوز جنسی به صدها کودک، اما ماجرای سوء استفاده جنسی از کودکان را برملا کرده و پرده از این راز آشکار برداشته. قضای لوگر برای ما به عنوان یکی از تکان دهنده ترین قضایایی که برای کودک ها بوده مطرح است. دولت افغانستان هم حالا وادار شده با منابع قدرتمند و گروه های پرنفوذ رویارویی کند. ما باید برای اجتماع خود، برای جامعه خود که در حال تحول است، ولو اگر جامعه بسیار سنتی هم باشد، ما باید یک چالش را که در اجتماع موجود داره در چارچوب قوانین خود باید رو حل بکنیم. ولی در این جامعه عمیقا سنتی و به شدت محافظه‌کار مذهبی، افرادی هم که جرأت کردند صدای بلند کنند خود قربانی شدند و شکایتشان به قیمت جانشان تمام شده. موی سفید آمدن و گفتن مرده و زنده و نامنیکی و نامبدید به دست ماست. من سعی دارم ببینم تبعات بیمیلی جامعه برای مقابله با ننگ پنداری و شرمنگاری سوء استفاده جنسی از کودکان چیست و دریابم چرا جامعه مهر بدنامی و ملامت را بر پیشانی قربانی میزند نه متجاوز. یکی از گوشه های شدیداً سنتی جامعه افغانستان است، جایی که ناموس و عزت خانوادگی بر هر چیز ارجحیت دارد و غیرت و اعتبار اجتماعی حرف اول را میزند. شاید برای همین است که مردم اغلب به جای شنیدن صدای یک قربانی، حرف یک خطاکار یا متخلف را زودتر باور میکنند. اینجا قندوز است، شهری با حدود 300 هزار جمعیت در شمال افغانستان. ما به گوشه ای از کشور آمدیم که امنیت نسبی داره و اطرافش چندان امن نیست. قندوز از خطوط اول جنگ بین نیروهای دولتی و گروه های مخالف مسلح از جمله گروه طالبان است. یادم میاد که در سال 2014 وقتی قندوز به دست گروه طالبان سقوط کرده بود و حداقل 10 روز کل شهر در دست در کنترل این گروه بود، چه وضعی داشت؟ امنیت شمال در سالهای اخیر بسیار شکننده بوده، برای همین باید خیلی مراقب باشیم. به ما گفته شد که مرکز شهر را ترک نکنیم چون گروه های جنگجو در اطراف شهر، حتی در یک کیلومتری جایی که ما فعلا هستیم، فعال هستند و میتونن تهدید باشن. اما اینجا به دیدن یاسمین آمدیم، کسی که فقط 10 سال داشت که مولای محل به او تجاوز کرد، درون یک مسجد. کسی به او تجاوز کرد که از احترام زیادی در جامعه برخوردار است و توقع چنین کاری از او نمی رود. هویت یاسمین را به خاطر امنیت خودش پنهان کردیم. روز پنجشنبه بود، دخترها بلند شدند که برن. باید مکتب می رفتیم. دخترها دویدن، مام با عجله کتابای ما گرفتم چون پیش از مکتب باید غذا می خوردیم. امی که بلند شدم صدا کرد و گفت بیا تلفن ما به شارژ بزن. ما یک چیز نمی فهمیدم. وقتی به طرف گوشی رفتم از دستم گرفت و یک دستمال به صورتم گرفت.
یک چیز دستش بود به بینیم زد. وقتی که به هوش آمدم دیدم ای کار دقیق مکده. وقتی به هوش آمدی کجا بودی؟ چی پیدات می آباد از او؟ گفت به پدر مادر چیزی نگو. اگه بگویی ای کار او کار می کنم. برم گفت که طالب هستم و همه گیتانم می کشم. هر کاری بخوایم می تانم کنم. خانی پدرت دیدیم. می آیم همه گیتانم می کشم. گفت نگویی. چیزی نگویی. گولن ما خفه کرد. گفت می کشمت. ما گفتم به کس چیزی نمیگم. بان که برم. وقتی رفتم خانه به کسی هیچ چیزی نگفتم. اما تجاوز در حد شدید و خشن بود و خونریزی به اندازه زیاد که او را به این شفاخانه آوردند، جایی که از مرگ نجات یافت. کاشکم وقتی که کار کده بود مرا میکشت، اما خوب بود که میمردم و ای رنج و غم نمیدیدم، ای قخاری را نمیدیدم و ای گپ مردم را نمیشنیدم. بعد از تجاوز هم آرام نماند و پیوسته از سوی مردم محل و اقاربش تهدید به مرگ شد. مولایی که به او تجاوز کرده بود زندانی است، اما حتی 5 سال پس از تجاوز ننگ و شرم آن هنوز دامنگیری یاسمین است. وضعیت ما هیچ خوب نیست. باور میکنین که هر روز مردم گپ میزنن و طعنه میدن، برایم کنایه میزنن و این و آن میگن. زمین باز نمیشه که برم داخلش. میگم کاش یک قبر خالی باشه که برم درونش بخوابم. یاسمین از معدود کسانی است که جرأت کرده در این مورد حرف بزند، چون حتی حرف زدن در مورد این که چه اتفاقی برای افتاده در افغانستان یک تابوست. در جامعه‌ای که تصور عموم گاهی این است که قربانیان تجاوز جنسی خودشان مقصرند و گناهکار. پرونده‌ای را که ما دنبال می‌کنیم فقط نمونه‌هایی از اتفاقات است که در سال‌های گذشته در این شهرها اتفاق افتاده و بسیار از اینا گزارش نشده. از سوی هم تحقیق و بررسی قضایای مثل این بسیار بسیار دشوار است، چون مردم هیچ تمایلی به حرف زدن در مورد آن ندارند. یکی از کسانی که حاضر شد جلوی دوربین با من حرف بزند مسئول شبکه زنان افغان در قندوز است. نظر شما در چه مقیاس اتفاق میفته آزار و اذیت جنسی کودکان؟ مطمئناً تعداد ازی بیشتر از چیزی هست که گزارش داده شده. متاسف مسائل منحیث تابو هست. ترجمه‌تان صحبت نکنند در رابطه. حتی اگر اطمینان خیلی زیاد وجود داشته باشه به خاطر از اینکه مثلا او قضیه شون تخریب شه، مثلا بررسی شه، این زمان زیادی را هم در بر میگیره. ولی به خاطر از اینکه گفتم مسائل فرهنگی وجود داره، مسائل عنعنوی وجود داره، من مسائل وجود داره که احساس میکنم که این مسئله گفته شوه به عزت و آبروی مثلا متفل و خانوادهش و مجامعش و محیطش و مسئولین که در اوجه هستن صدمه میرسن، خود تلاش میکنن که میره کتمان بکنن و یا حتی شاید فکر بکنن که همین مسئله شاید به شکل جدیش تعقیب نشه و همو عاملش بالاخره گرفتار نشه. ولی برای قربانیان این نوجرایم هیچ پشتوانه ای وجود ندارد. اگر هم باشد بسیار ناچیز است. میتونم بگم وضعیت سوء استفاده جنسی و فیزیکی توی اینجا یکی از شدیدترین ها توی دنیاست. فکر میکنید دلیلش چیست؟ من فکر میکنم کودکان اینجا به دلایل مختلفی از جمله جنگی که در جریانه و به دلیل توانایی و میزان آگاهیشون در مورد حقوقشون، در مورد اینکه چه چیزی خوبه چه چیزی خوب نیست و به دلیل ننگ و شرم خانوادگی بیشتر تو معرض خطر قرار دارن. توی افغانستان خیلی سخته که بخوای مقایسه کنی و در مورد این حرف بزنی که وضعیت کودکان توی کشورهای دیگه چطوره و صداتو بلند کنی و بگی که نه، این کار درست نیست. اگر عضو خانواده‌ای باشه که متعصب و بدبینه و دید بسته‌ای داره، خیلی سخته که براشون بگی که اتفاقی که برات افتاده اتفاق خوبی نیست. ادعاهای سوء استفاده های جنسی از صدها کودک و نوجوان در لوگر. رویدادی که کل کشور را تکان داد. اتهام شکنجه، تجاوز جنسی و آزار و اذیت 546 پسر دانش آموز در 6 مکتب در ولایت لوگر. او برایم شریف امیری از شبکه خبری طلوع از خبرنگارانی بود که اولین گزارش ها را در این مورد دنبال کرد. دانش آموزان در یکی از مکتب ها به او گفتند سرمعلم یا ناظم مدرسه به آنها تجاوز کرده.
در اتاق خصوصی پهلوی کتابخانه درون مکتب. این پسر نوجوان که هویتش را به دلیل امنیت خودش پنهان کردیم گفت معلمش از او برای کامیاب شدن در آزمون‌ها تقاضای برقراری رابطه جنسی کرده. من برش گفتم که ببین من از این کارها تا حال نکردم. من نمیکنم. گفتم حتی پدرم از من چنین چیزی نخواسته. تو چرا این کارو میکنی؟ و من گفت برو باز فردا ببین. بعد از آن روز هر روز که مکتب میرفتم آزار بود و لط و کوب. گفت وقتی به این خواست معلمش تن نداد و مقاومت کرد از مدرسه اخراج شد. کسی به حرف خیلی از دانش آموزان و کودکانی که در این مورد صدای بلند کردند حتی باور هم نکرد. گزارش هایی که ما دیدیم نشان می دهد دست کم 5 کودک به دست اقاربشان کشته شدند. برای پاک کردن آنچه لکه شرم و بدنامی تجاوز می دانستند. برای همین حتی گزارش دهی در این مورد خطرناک است. من به اتاق خبر طلوع نیوز در کابل آمدم. از شبکه‌های پیشتاز و مستقل خبری افغانستان. گزارش‌هایی که پخش شد، وزیر رئیس معارف لوگر استعفا داد و رفت بدون از اینکه استعفاش همگانی شود. معلوم نیست از لوگر خدافیزی کرده. اما شریف امیری خبرنگاری که ماجرای لوگر را دنبال می‌کرد، مجبور شده پنهان شود. چیز جالب است برتان. کسی که خبر کنار کار لوگر کار کرده. او رو پیدن مخانه فرستاده در خاطر تحریده و از در این خانه بسیار زیر فشار است. A lot happened بعد از این خبر. اما بسیار جنجالیست. مثلا یک چت گروپ وکیلا است. مثلا 249 نفر. باز اون شب که ما این خبر رو پخش کردیم باز اینا در بین خود جنجال کردن. باز بر من چندین پیام شامد. ساوند است، تکس است. که این سرزمین مچم رهبر خیز است. این دیگه است و طلوع رو سر شریجه کنین و برین دو نفر بزنین. در کشوری که تمایل چندانی به مبارزه با کودک آزاری ندارد، آنهایی که کارشان افشاسازی پرونده های آزار جنسی کودکان است، با تهدید جدی روبرواند. این مسائل در یک جامعه سنتی مثل افغانستان واقعا که بسیار سخت است. شما میفهمین که وقتی که یک کودک از یک خانواده اگر متهم میشه به اینکه کسی اجبارن یا رضایت خود سوء استفاده جنسی شده، نه تنها که این فرد بل خانواده بل حتی او قریه و ولایت بدنام میشه. در گذشته شما میفهمین که افغانستان یک از بدترین کشورها برای کودک ها بوده. هنوز هم بیش از 3.5 میلیون کودک از رفتن به مکتب محروم هستند. از این کودک های کارگر به نوع مختلف سوء استفاده میشه، لط و کوب شدن، سوء استفاده جنسی شدن. به جای شریف امروز همکارش زینب ماجرای لوگر را دنبال میکند. کار امروز زینب پیدا کردن سرنخ در مورد وضعیت کسی است که اولین بار اتهامات تجاوز جنسی به کودکان در لوگر را افشا کرد. موسی محمودی. ناپدید شدن موسی محمودی رئیس. گزارش پرسر صدا بار اول در ماه نوامبر سال گذشته پخش شد. وقتی موسی محمودی نتایج بررسی هایش را در مورد اتهام تجاوز جنسی به کودکان در 6 مکتب لوگر منتشر کرد. با حد دردار شنیدیم که پدر طفل گریان میکرد، میگفت که من دیگه وقار ندارم، من دیگه در افغانستان زندگی کرده نمیتونم. قرار شد با موسی در کابل از نزدیک ببینم، ولی او چند روز پس از مصاحبه با رسانه ها ناپدید شد. قبل از اینکه من به افغانستان سفر کنم، من با آقای محمودی تلفنی صحبت کردم و در واتساپ با او تماس های رد و بدل شد بین ما. او میگفت که با وجود همه اتفاقاتی که افتاده ای میخواد این مورد حرف بزنه و ساکت نخواهد شد. یاد کرد که در مثلا ظرف یک ساعت 20-26 تا تماس تلفنی دریافت کرده از مقام های مختلف دولتی و اونو تلاش دارن که ایره ساکت کنن، ولی با وجود همه اینا او میگفت که جان ما در خطر است و شاید وقتی تو به کابل میرسی من نباشم یا مرا نبینی یا شاید من مرده باشم، اما این خوب است که تو میایی و این قصه را روایت میکنی. وقتی به آخرین پیامم در واتساپ جواب نداد از دوستان نزدیکش پرسیدم، اما گفتن با آنها هم جوابی نداده. بعد از عفو بین‌الملل پرسیدم که چیزی از وضعیت او میدانند. چند روز پس از ناپدید شدنش این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدیوی ویرایش شده که بیشتر شبیه نوار اعترافات بود. سازمان جاسوسی افغانستان یا اداره امنیت ملی موسی محمودی را بازداشت کرده بود.
نام محمد موسی است، ولد محمد صفا، مسئول جمعی مدنی ولایت لوگر. این تحقیق ما نادرست بود، تکمیل نبود، فاینل نبود و ما برای رسانه ها مصاحبه کردیم و این یک اشتباه است. ما از مردم خود، از دولت خود و از تمام مردم هایی که این رسانه ها را دیدند و حربه زده شدند و به تشویش شدند از کلشان معذرت می‌خواهیم. او شاید انتظار نداشت که بازداشت شود و انتظار نداشت که واکنش ها بر علیه او و بر علیه گزارشی که تهیه کرده بیشتر از واکنش ها نسبت به پدیده کودک آزاری در لوگر باشد. او سرانجام و به خاطر فشارهای نهادهای جهانی حقوق بشری و سفارت آمریکا در کابل آزاد شد، اما تا امروز پنهان است. قضای لوگر برای ما به عنوان یکی از تکان دهنده ترین قضایایی که برای کودک ها بوده مطرح است و ایر ما پوشش داریم. ما میدانیم که مثلا چقدر افغانستان تابو است. چه کاری بخواد میتونین شما بکنین که این بحث تازه بمونه و در حد یک خبر همونطور که میگین خلاصه نشه؟ اول ما خود امی قضیه لوگر باید تعقیب کنیم، باید بریم به عمق مثلا چی گذشت، چی نو ریسرچ و تحقیق اونجا صورت گرفته، در این مکاتب کیا هستن، چقدر سیستماتیک بوده، چقدر پیشی ندارم. یک مثلا. دوم با کسایی که سوء استفاده کرده از کودک ها چی باید شود، اینا کیا هستن، سیستم عدلی و قضایی افغانستان چی میکنه با اینا. سه، یک بحث کلانتر باید ایجاد شود که حکومت چی برنامه های دراز مدت داره، جامعه چی برنامه های دراز مدت داره. این گزارش ها تأثیر عمیقی روی جامعه گذاشته، چون معمولاً پرونده های آزار جنسی کودکان در افغانستان به ندرت به رسانه های محلی میرسد. آماری که درباره آزار جنسی در مدارس لوگر منتشر شده هنوز در حد اتهام است و باید تایید شود. اما چنین اتهامات بی سابقه بوده و سوال های در پی داشته که حکومت افغانستان را ناآرام کرده. سلام علیکم. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان است. زیاد تشکر از وقتتان. زنده باشید. شما در توییت گفتین که دولت افغانستان اقدامات جدی برای اتهامات جدی آزار جنسی کودکان در لوگر روی دست داره. دقیقاً چه اقداماتی روی دست است؟ بدون شک برای رئیس جمهور قابل قبول نبود که همچه موارد وجود داشته باشه. رئیس جمهور دستور داد بلافاصله بعد از شنیدن این گزارش که این ادعا به گونه جدی باید بررسی شود. موسی محمودی جزئیات یک سری از آزارهای جنسی در لوگر با جزئیات گزارش کرد. واکنش دولت افغانستان با چی بود؟ خب اقدام نخست که توسط یک نهاد امنیتی ما صورت گرفته بود درست نبود. از این خاطر هم هست که رئیس جمهور افغانستان او پروسه را متوقف ساخت و فورا هدایت داد که این افراد یا دو تن از جامعه مدنی رها شود. چه اتفاقی می افتاد برش اگر رئیس جمهورش خبر نمی شد؟ هر نهاد حکومتی افغانستان طبعا زیر مجموعه ریاست جمهوری است، اما به این معنا نیست که رئیس جمهور افغانستان هدایت داده باشند تا این کار کرده باشند. این درست نیست. ما باید برای اجتماع خود، برای جامعه خود که در حال تحول است، ولو اگر جامعه بسیار سنتی هم باشد، ما باید یک چالش را که در اجتماع موجود داره در چارچوب قوانین خود باید را حل بکنیم. اما قانونی که طبق آن قرار بود کودک آزاری غیر قانونی و جرم شناخته شود در پارلمان کشور گیر کرده و معلق است به دلیل اختلاف نظر در مورد سن قانونی و بلوغ کودک. قضایی بسیار زیادی هست که خاطر اونو مسائل که گفتیم شاید بخاطر عزت آبروی خود هراس دارن و میترسن و فکر میکنن شاید من نهادهای عدلی قضایی اونا را تعقیب نکنه، شاید مثلا کسایی که این کارا را انجام بدن سوء استفاده میکنن از اطفال، کسایی هستن که شناخت دارن، کسایی هستن که زور دارن. و من فکر میکنم بخاطر از اینکه اگر ما واقعا میخوایم که این پدیده را امروز مبارزه بکنیم، به جای کتمان کردن باید واقعا تعقیب بکنیم قضایی را به شکل جدی و جدیت ما را برای تمام مردم نشان بدیم که کسایی اگر به همین فکر آزار اذیت اطفال هستن اونا فکر بکنن که نه، قانون در تعقیب ما هست و هیچ صبر و حوصله در رابطه با آزار اذیت اطفال وجود نداره. در نقاط دور افتاده و جدا سنتی کشور ما حرفی از حاکمیت قانون نیست و این رفتارهای فراقانونی است که رایج است. من به سمنگان در شمال افغانستان می روم برای پیدا کردن چند و چون رویداد تازه.
شنیدن جزئیات هولناک این پرونده کودک آزاری سخت و تکان دهنده است. ساعت 5 بامداد است و به خاطر تهدیدهای بلند امنیتی باید بسیار مراقب باشیم. قرار است با پدری صحبت کنیم که ملای به دختر 4 ساله او تجاوز کرده. ما گفته شده که خب هرچی زودتر کارتون تمام کنین و قبل از اینکه هوا تاریک شوه برگردین. طالبان و گروه‌های شورشی وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در این بخش کشور فعالیت دارند. ما به سمنگان رسیدیم و هنوز اول صبح است. به طرف محل ناشناس می رویم. یکی از جوامع بسیار محافظه‌کار افغانستان است و برای همین باید خیلی متوجه باشیم که پرونده‌ای را که دنبال می کنیم فاش نشه. ولی همین که سر قرار می رسم، پدری که قرار بود در مورد دختر 4 سالش حرف بزند از صحبت با من منصرف شده. گفت شرمسار است و نمی تواند مصاحبه کند. ولی همسرش مادر قربانی تصمیم گرفته حرف بزند و بگوید برای دخترش چه اتفاقی افتاده. مادری پر از اشک که هویتش را به خاطر مسائل امنیتی پنهان کردیم. روز پنجشنبه بود که دختر و زن ملا زنگ زد و گفت آرسی دخترم است و ما پنبه پاک میکنیم و برای دخترم توشک و لحاف جور میکنیم و اگر میشه خانه ما بیایی. من گفتم چشم. رفتم خانه ملا و یکی دو سر پنبه پاک آماده کردم. دلم اما تو خدایی گواهی بد داد و گفتم باید پس برم خانه. چیزی که دیدم بود که ملا رفته بود خانه ما. حیرت زده میگوید با چیزی که روبرو شد باور کردنی نبود. او ملا را با دختر 4 ساله اش دید. وقتی رسیدم و ملا را در او وضعیت دیدم هیچ نمیتونم بگویم که چه حالی داشتم. ملا را در بی صدری و بدون لباس دیدم. ملا را در یک وضعیت خراب دیدم که هیچ دیگه. بعد از اینکه اتفاق دیدین بس چیکار کردین؟ من شروع کردم به زدن ملا. ملا بلند شد. بلند شد و شروع کرد به زدن من که بتونه فرار کنه. ملا را زدم، زیاد زدمش، چون یک زن بودم و بعد بیحال شدم و افتادم و هیچ نفهمیدم که ملا چی شد. حتی تصور این که ملا دست به چنین کاری بزند برایش ناممکن بود. برای همین در کمال بیخودی دخترش را ملامت کرد. مثل یک کور بودم، هیچ ارگان دولتی را نمیفهمیدم، هیچ جای را نمیفهمیدم که برم و عرض و داد کنم. اما تو شیشتم و به طرف دخترم دیدم و بلند شدم دختر را لتکوب کردم، چون یک مادر هستم و دلم آتش گرفته بود. دختر را زدم تا ای که خانم برادر شوهر مانیم شد و گفت چرا میزنی؟ دختر که مقصر نیست. من گفتم چرا خداوند بر من یک دختر دادم و من نتونستم مراقبش باشم. دلم خیلی درد گرفته بود، وضعیتم بسیار خراب بود. ما با تعداد زیادی از جمله بعضی از خانواده های قربانی ها در مورد کودک آزاری در افغانستان صحبت کردم و یک چیزی که خیلی از این پرونده ها را و حتی پرونده های را که شاید هیچگاهی گزارش نشده را به هم وصل میکنه، نگاه جامعه به طرف قربانی و به پدیده کودک آزاری در افغانستان است. در خیلی از مواردی قربانی است که باید این بار بکشه که خب اشتباه کرده. این قربانی است که بیشتر انتقاد میشه و به عنوان محکوم در جامعه شناخته میشه، نه کودک آزار. در این یک مورد در عادی ترین حالت پدر به خاطر که به دخترش تجاوز شده بود حتی نتوانست با ما روبرو شود. ملایی که متهم به تجاوز جنسی شده در بازداشت است اما اتهام را رد کرده. ولی نرگس میگوید سکوت نمی کند و برغم فشارهای متعدد برای پس گرفتن شکایتش تا آخر برای حق دخترش می جنگد. موی سفیده آمدن و گفتن مرده و زنده و نامنیکی و نامبدید به دست ماست. امروز که ما ریش سفیده با یه ریش سفید به خانه تو آمدیم، خودت به سارانوالی برو و بگو که از حق خود می گذرم. وقتی به طرف دخترم می بینم غرق چرت و خیالات می شم. میگم خدا جانی ملا چه غفلتی کرد؟ چرا این کار با دخترم کرد؟ تا وقتی که ما زنده هستم با دولت و با ملا بر حق دخترم می جنگم. برای یاسمین که فقط 10 سال داشت که به او تجاوز جنسی شد، امید و دلخوشی برای آینده نمانده.
5 سال از آن روز گذشته، ولی هنوز بار شرم و ننگ اتفاقی که دامنگیر زندگیش شد روی شانه هایش سنگینی میکنه. شرم و ننگی که جامعه تصمیم گرفته آن را فقط در پیشانی کسی ببینه که به او ظلم شده و تجاوز. مادرم که بود میگفت خیر است دخترم، خیر است که تو شده. دخترم میگفت به مکه تسلی میداد، باز خودش میرفت در اتاق دیگه گریه میکرد. از بس که گریه کرد یک روز رفته بود خانه همسایه که فشار خونش بالا رفت، فوت کرد. کاش مادرم نمیمرد و من مرده بودم. من میمردم خوب بود. با اطمینان میتوان گفت که پرونده های یاسمین و دختر نرگس فقط بخش کوچکی از موارد بیشمار آزار جنسی کودکان در افغانستان است، در حد مشت نمونه خروار. ولی اگر مردم، اگر جامعه میخواهد با آزار جنسی کودکان مقابله کند و اگر دولت در مبارزه با کودک آزاری جدی است، در گام اول باید با بود شرم و ننگ این مسئله مقابله کند. این حداقل چیزی است که قربانیان پرونده های کودک آزاری سزاوارش هستند.